آقا سلام، از صبح چهارشنبه از وسط بیمارستان ما الان قرار بود که کلاس داشته باشیم ولی استادمون هنوز نیومده. دیگه رفتم یه چای و کیک گرفتم، حتی کیک تو جیبم الان و همین. ساعت تقریبا 5، من یه 10 دقیقه پیش اینا رسیدم خونه بعد بیمارستان، تا 1 و 2 که بیمارستان بودیم، بعدش هم رفتیم با دوستم ناهار خوردیم، بعدم دیگه رفتم در مدرسه داداشم و از اونجا با مترو برگشتیم خونه و خیلی دیگه طول کشید. همین الان تازه رسیدم، الان هم یه استراحت کوچیک کنم، یه دوش بگیرم، میخوام با زهرا برم بیرون. ببین، من فهمیدم جدیدن که برای فرار از افسردگی عصرای پاییز باید چی کار کنی. اولا باید خونه نباشی، یعنی خونه باشی تمومه، خونه باشی دیگه افسردگی میاد سراغت و باید خسته کنی خودتو. شاید راه حل خیلی احمقانه باشه ولی باید خودتو خسته کنی که مثلا عصر و شب و اینا دیگه انرژی تموم بشه، بگیری بخوابی دیگه، مثلا بیدار نمونی، اونقدر هوشیار نباشی و آره و بری بیرون. برای همین دیگه گفتم یه دوش بگیرم، من با زهرا بریم بیرون یه دور بزنیم، خیلی وقتا ندیدمش. امروز بیمارستان دیوونه خونه بود. ببین فکر کن امروز یه همراه مریض اومد و استادمون رو کتک زد، واقعا کتکش زد. البته من به آخرای دوا رسیدم ولی ببین وحشتناک بود. اینا مریضشون دوتا خانوم بودن، بعد فکر کنم باباشون بود که توی ICU بستری بود، بعد نمیدونم چی شده بود، استادمون که رفته بود مریض رو ویزیت کرده بود، مثلا اومده بود بیرون، این ازش سوال پرسیده بودم، اونم مثلا یه ذره بی‌حوصله جواب داده بود، مثلا یه ذره پرت و پلا گفته بود، بعد این زن عصبانی شده بود، اومده بود حمله کرده بود سمتش، مثلا کلی زده بود تو سینه‌ش و شونه‌ش و اینا و کلی به اینترنا مثلا فوش و اینا داده بود و دیگه اومدن جداش کردن، یعنی دوتا از اینترنا اومده بودن مثلا جداش کرده بودن برده بودنش و اینا. و ببین وسط راه روی بیمارستان جیغ میکشید، داد میزد. بعد ما ICU روبروی بخشه، یعنی در ICU مثلا 5-6 متر اون بره بخشه، بعد همه مریضا مثلا اومده بودن دم در بخش ببینن چی شده، مثلا استادا اومده بودن. بعد آره خلاصه خیلی اوضاع خرابی بود. بعد از اون بعد اون یکی از استادای اعصابمون داشت مریضاشو داشت دوتا مریض الپی میکرد. الپی همونیه که مایه مغز نخاعی رو میکشن بیرون، یه سوزن میزنن توی نخاع، مریض میخوابه یه سوزن میزنن تو نخاعش، این مایه مغز نخاعیش میاد این سوزن بیرون. حالا دلایل زیادی داره، معمولا مثلا کسی که سردردهای عجیب غریب دارن اینا الپی میکنن. اینا دوتا خانوم بودن، بعد نمیدونم چرا، واقعا نمیدونم چرا دکتر اینا رو بی‌حس نکرده بود. واقعا پروسیجر دردناکیه، مثلا چیزی نیستش که مریض همینطوری بتونه تحمل کنه. نمیدونم دلیل خاصی داشت، مثلا حوصله نداشت، چی شده بود که این مریضا رو بیهوش بی‌حس نکرده بود. و ببین مریضا عربده می‌زدن، این اتاق پروسیجر هم دم این جایی بود که داشت دعوا می‌شد.
بعد اون بر اونا جیغ میزدن، از اون بر این مریضه اعصاب داشتن عربده میزدن، بعد از این بر همراه مریضا که این بیرون بودن میشنیدن مریضاشون دارن جیغ میزدن گریه میکردن، اصلا به یه اوضاع خیلی بدی بود. بعد خیلی بدی بود. البته ببین این هفته واقعا هفته روانی خیلی سختی بود و من چندین ماه بود که خب بیمارستان نبودم. 3 ماه که بیمارستان نبودم، 2 ماه آخرم هم زنان بود، ENT بود. این اصلا مریض بدحال نداره. یعنی مریضاشون خیلی حالشون خوبه همه. مثلا من یه سال 2 سال بود که کاملا تو مثلا بخشایی که مریض بدحال وحشتناک دارن نبودم. و اول هفته برامون داشتیم توی کولونوسکوپی اندوسکوپی بودیم، یه بچه رو آوردن، واقعا بچه بود، مثلا 15 سالش بود، که این بچه با دوستاش ماشین باباشون رو برداشته بودن، گواهینامه هم نداشتن و ظاهرا مست بودن و رفته بودن رانندگی کرده بودن و یه تصادف خیلی وحشتناک کرده بودن، طوری که دوستاش جا در جا فوت کرده بودن و ظاهرا مثلا پنجره ماشین افتاده بود بیرون. و ببین اوضاعش خیلی خراب بود، یعنی یه آسیب خیلی جدی مغزی دیده بود، یه مدت خیلی طولانی که اصلا تو کما بود، بعد الان که به هوش اومده بود خیلی جدی بود آسیبش، یعنی اصلا مثلا برش لوله تغذیه گذاشته بودن و مثلا حرف نمیتونست بزنه، مردم اکاش مثلا پاسخ به نور نداشت. حالا کاری ندارم. و ببین این بچه انقدر خوشگل بود، بچه های سفید بورتور اینا بود و ببین انقدر حالمون بد شد اینو مثلا دیدیم، پرستاره اندوسکوپی که ببین واقعا انقدر مونده بود گریهشون بگیره، یعنی اصلا حالشون خیلی بد شده بود. بعد دوباره یکی دوتا مریض خیلی بد حال دیگه دیدیم، خیلی خیلی واقعا هفته روحی سختی بود. آره خلاصه این شکلی بود. واقعا ببین پزشکی خوندن و توی فیلد درمان کار کردن 1001 خوبی داشته باشه، یعنی توی این مدت حالا میگه آدم میگه که مثلا انقدر مریض بد حال دیدن انقدر مردن، و خب خیلی هم بودن که خوب شدن، یعنی آمار به اون سمته، یعنی مثلا 80-90% مریض خوب میشن و میرن خونه، مثلا 10-20% یعنی که خب حالشون انقدر بده که مثلا ناراحت کنندن دیگه. و ببین یکی از جالبترین حسا حالا کنار همه این ناراحتی ها اینه که تو خب هر روز مریض رو باید ویزیت کنی، ما به عنوان اینترن مریض رو هر روز میریم ویزیت میکنیم و نوت میزنیم که این مریض امروز مثلا چه اتفاقی افتاده بود دراش و اینا، و خیلی حس جالبیه که تو هر روز که مریض رو میبینی هی داره بهتر میشه، هی حالش خوب میشه، مثلا روز اول بیهوش بود الان میتونه غذا بخوره حرف بزنه، مثلا اینا خب خیلی حس خوبیه، یعنی شکلی که چه مثلا قشنگ. ولی این بین این اتفاقا این شکلی که میفته مریض این شکلی واقعا خیلی ناراحت کننده است و خیلی قسمت دارکی از کار کردن توی جاهای درمانی. اینطوری دیگه، برم حمام الان و حاضرشم که برم بیرون. اتفاقی من دوباره دارم شام قصه ناستاده میخوام، عوضی سالات گرفتیم، همه رو میشوره میبره، من این وقت سوس نمیزنم به بگه. سلام، صبح بخیر. آقا تو ساعت 11 خوابیدم، خیلی حالا اصلا پخالده بود. الان میخوام یه صابونه بخورم بعد برم یه ذره کمدامو مرتب کنم، یعنی لباس پاییزامو بیارم بیرون ببینم چیا دارم، چیا رو باید بدم مثلا خوشویی، چیا رو باید رد کنم بره و همین دیگه. آقا من امسال یه تصمیم گرفتم، گفتم که به جای که مثلا از اول پاییز تا آخر زمستون هی بخوام آنلاین شاپا رو فالو کنم، خرید کنم، نمیدونم هی برم
مثلا پاساژ رو اینا خرید، بیام اول پاییز همه لباسایی که دارم رو بریزم بیرون، ببینم چیا دارم و چیا نیاز دارم، اون چیزایی که نیاز دارم و یه جا همینجا اول پاییز بگیرم که دیگه تا آخر پاییز اصلا نه آلان شاپی فالو کنم، نه اصلا تو اکسپلور عکس لباس بیاد، نه اصلا پاساژ رو اینا برم. بعد یه استوری گذاشتم تو اینستاگرامم، گفتم که اگه که یه کوشن باکس گذاشتم، گفتم که مثلا اگه آنلاین شاپ تازه کار نو پایینا دارین اینجا برام بنویسید که من چیزایی که مثلا نیاز دارم و از اونجا ازتون بگیرم بخرم و مثلا بیام یه ویدیو بگیرم تو یوتیوب اینا رو آنباکسینگ کنم، معرفیتون کنم و اینا. خیلی ها برام فرستادن آنلاین شاپ ایناشونو، ولی راستش تعداد خیلی زیادشون، یعنی اکثرشون به نظرم اونقدر قوی نبودن، یعنی مثلا من چیزی نتونستم از توشون پیدا کنم و کلا خیلی معلوم بود که کم وقت گذاشتن برای کارشون، مثلا عکسای قشنگ نداشتن، مثلا جنسای ترند و خوشگل نداشتن و الان انقدر کیفیت تولید محتوای واقعا پیجای آلان شاپ های ایرانی زیاد شده که من بعضا واقعا حتی قابل رقابت با خارجی هست و تو برای اینکه با اینا رقابت کنی باید محتوات خیلی خوشگل باشه، مثلا جنسات خیلی ترند و بروز باشن. ولی میدونی انگار حالا اینا که برام فرستاده بودن تو جایی که تونستم دیدم، حالا بقیه نمیدونم، انگار میدونی هیچ کی وقت نذاشته بود، هیچ کی با مثلا رقابت مثلا چیز نکرده بود. واقعا اگر که تو محتوای با کیفیت تولید نکنی آنلاین شاپت نمیاد بالا و مثلا واقعا نمیتونه موفق بشه. برای همین اگه آنلاین شاپ داریم بچه‌ها، اصل واقعا اصل کار، چون من خودم آنلاین شاپ داشتم، اصل کار تولید محتوای، یعنی تو تولید محتوات قشنگ باشه فروشت خوبه، جنسات ترند باشن فروشت خوبه. و حالا اگه خودتون گوشی ندارین که مثلا کیفیتش خوب باشه اینا، به نظر از اطرافیانتون بگیرید یا مثلا یه روز تو ماه مشخص کنید، مثلا یکی دوستی چه میدونم فامیلی چیزی، با گوشی یا دوربین اونا مثلا برین تولید محتوا کنید که بتونید رقابت کنید. میدونی مثلا من بین این همه پیجایی که برام فرستادن مثلا یکی دو تا پیج دیدم که قشنگ بود مثلا پیجشون و اینا. و اینکه آره واقعا آنلاین شاپ داشتم مثل هر بیزنس دیگه باید زحمت بکشی براش و خرج کنی، حالا چه خرج مالی برای تبلیغ و اینا، چه خرج وقتی، و نمیتونی توقع داشته باشی که هم تو صرفا یه پیج بزنی با عکسایی که اونقدر خوشگل نیست، با محتوایی که بروز نیست و مثلا پیجت بیاد بالا. تازه محتوات قشنگ باشن کلی سخته پیجت بیاد بالا. آره خلاصه اینطوری. بعد دیگه حالا از یه چند تا پیج دیگه، چند تا چیزی که نیاز داشتم و سفارش دادم، یه چند تاشون اومده یه چند تاشون میاد، گفتم یه ویدیو بگیرم اینا رو هم آنباکسینگ کنم. و امروز هم همه این لباسامو از اون کموده و از اون کموده و این کموده این ورمو کموده اتاق داداشم ریختم این رو تختم، خیلی زیاده شما نمیتونید پایینش رو ببینید، که ببینم چیا دارم و اینا و دیدم که چقدر لباس دارم، خوشحال شدم. آه یکی از چیزایی که خیلی دوستش دارم این شکته است، خیلی دوستش دارم، اینو 2-3 سال پیش گرفتم و هنوز کاملا دوستش دارم و نگهش می‌دارم. بعد یکی دیگه این کاپشن است، این کاپشن کوتاه مشکیه که اینو میخوام رد کنم چون که خیلی تکراری شده ازش خسته شدم و خیلی هم حجمش زیاده، حجم کمدمو میگیره. یه کت دیگه است اینه، این مثلا نازکه اونقدر پالت پاییزی طوره، اینم خیلی دوستش دارم و تازه هم دادم خوش روی نگه میدارم. یکی دیگه از چیزایی که خیلی دوست دارم این چیزه است، این یک شکت تدیتوره، خیلی باحاله ببعیه، ولی زیاد نتونستم پای زمستون بپوشمش چون که خیلی گشاده و بلند، حالا میخوام بدم یکم برام کوتاهش کنن، ولی خیلی خوبه، توش قشنگ آستر داره، خیلی کیوته، خیلی بامزه. یکی دیگه این کته است، اینو من 3-4 سال پیش گرفتم و نمیدونم نظر شما چیه، مثلا پاییز و زمستون قبلی نپوشیدم، اش حس میکنم مثلا تو مود نیست دیگه، چیکارش کنم، نگه دارم یا نه؟ اگه به نظرتون نگه دارم عدد 1 رو کامنت کنید. پیرهن کبریتی کرمه که یه ذره به زردی میزنه، من اینو آنلاین خریدم و توی پیجشون عکسی که گذاشته بودن کامل سفید بود، یعنی چیزی که الان اینجور داره تو دوربین میفته و خب خیلی خوشگل بود، کبریتی بافتش خیلی کیوته، ولی بعد که اومد دیدم قشنگ کامل به زردی میزنه رنگش و دوستش نداشتم. حالا نمیدونم چی کار کنم، نگهش دارم یا بدم بره، بذار داداشم نشون بدم ببینم اون میخواد. این کاپشنه رو دارم، اینو مامانم پارسال رفته بود عمان برام سوغاتی آورد، خیلی باحاله،
ببین انقدر گرم و نرمه اصلا باورش نمیشه، خیلی دوستش دارم. ولی خیلی مثلا این برای دیگه چله زمستونه، برای برف بازی هاشن. یکی دیگه هم این کاپشن کرم است، اینم خیلی گرم و خوبه. اینا 3-4 سال پیش از ترکیه گرفتم و ببین انقدر سگ جونه، کل زمستون پارسالش هم اینو میپوشیدم ولی هنوز کاملا نو قشنگه. یکی دیگه هم این کت جینمه که اینو همش دارم میپوشم این روزا، خیلی دوستش دارم. اینم بعد بدم این خوشویی. یکی از چیزایی که عاشقشم، ببین اصلا دیوونه‌شم، اینو پارسال گرفتم، یه بافت راه راهه. ببین انقدر دوستش دارم کل پارسال اینو پوشیدم، اینم قطعا نمیدم بره. این بافترم خیلی دوست دارم، اینم 3-4 سال پیش از ترکیه گرفتم ولی یه ذره مثلا پوت پوتی شده و یه حالت کهنه تور شده ولی چون خیلی دوستش دارم نگه میدارم. اینم دو تا کاپشنه، از این کاپشن هاست که اونقدر گرم نیستن و خیلی خوشگل، مثلا این رنگش قد قشنگه، اینا رو قطعا نمیدم بره. اینم یه کاپشن دیگه است، این خیلی بلنده، از ایناست که تا موش پاه. و ببین انقدر خوبه، این فوق‌العاده ترین کاپشنیه که تا حالا داشتم، اینم قطعا نگه میدارم. ولی اینم از ایناست که اصلا تو چله زمستون بپوشی دیگه. اینم دوباره یه شکت دیگه است، چارخونه طوره، اینم خیلی دوست دارم و همش پارسال این تنم بود. اگه ویدیوهای پای زمستون پارسالمو میدیدین همش این تنم بود، اون زرشکیه. آقا این یه پالتو فوتر بلنده، اینم یه پافر مشکیه که دوتاشونو خیلی پارسال پوشیدم و خیلی دوست دارم، قطعا اینا رو هم نمیدم بره. یه دونه دورس دارم این شکلیه، اینم خیلی دوست دارم، اینم قطعا نگه میدارم. اینم یه کت کبریتیه، خیلی خوشگل، نسکافه ای، البته اینجا نمیافته رنگش درست، اینم خیلی دوست دارم. اینم یه دورس صورتیه، سرخابی طوره، خیلی خوشگله، کراپه، اینم تازه خریدم پارسال، زیاد نپوشیدم، نمیدم بره. یه بافت سفیده، یقه اسکیه، اینم نمیدم بره چون نوعه. آقا اینو پارسال یه حالت وست بافته، اینو پارسال گرفتم و فکر نمیکردم اینقدر گشاد باشه. ببین اصلا خیلی گشاده، نمیدونم چی کار کنم. حتی زیرش مثلا یه شومیز سفید بپوشی خیلی خوشگله ولی نمیدونم، حالا فعلا نگهش میدارم. یه دونه این دورسه هست که خیلی اینو دوست داشتم، ببین 3 سال هر روز میپوشیدمش، خیلی دوستش داشتم ولی خیلی کهنه شده الان دیگه، پوت پوتی و اینا شده و یه چیزی شبیهش گرفتم، فعلا رد میکنم بره. اینم یه پولیور زرشکیه، اینم یه عادی زرشکیه، اینم یه پولیور زرشکیه که اینم امسال خیلی زرشکی ترند شده انگار، اینا رو نگه میدارم. حتی اینو زیاد دوست ندارم، نمیدونم یه حالی داره، یه حالی داره که دوست ندارم. نظرتون چیکار کنم، نگه دارم یا نه؟ میکنم کت و اینا دیگه نگیرم چون که خیلی داشتم، مثلا یکی دوتا شلوار بگیرم، مثلا یکی دوتا دورسی، مثلا بیگ اسکارفی، چیزی دیگه فکر نمیکنم چیزی بگیرم، مثلا کت و پافر و کاپشن اینا خیلی دارم، همین دیگه فعلا. با فاطمه اومده که ویدیو بگیریم و امروز می‌خواستیم بریک استناش درست کنیم، بعد من بهش گفتم که استناش بخر، بعد گفت چقدر بگیرم، من گفتم واقعا ایده ای ندارم، مثلا می‌خوای 2 کیلو بگیر، مثلا فکر کردم که نهایتا 2 کیلو میشه مثلا اینقدر دیگه. حالا استناجا رو ببینید شما، 1 2 بعد جمعش ششون بده، 3 دست جایی میشه نگه بچه باورم میشه. ببین چیکار کنی، واقعا هیچ ایده ای نداری. بابا استناش وقتی چیز میکنی استناش میذاری تو قابلمه، اوکی بشه خیلی کم میشه، 1/4 میشه. حدس میزنی چقدر شده اینا؟ 450,000. هیچ وقت فکر نمیکنم بابت سبزی 450,000 مفته. من در حق هم خیلی نامردی کردم، عوضی بود هاشم. من پرسیدم که یه مقدار اصلا کمی میخوام و اینا اصلا خوب باشه، بعد گفت که مثلا 3 کیلو خوبه بدم، گفتم نه مثلا 3 کیلو، بهش 3 کیلو میدم، گفتم نه 3 کیلو زیاده، 2 کیلو قیمتش چقدر میشه؟ گفت که نه بذار حالا خوب میشه برات بذارم و اینا خیلی خوبه. پشمام، من باز... واقعا هیچ ایده ندارم بعد چی کار کنیم، وای همش هم که ریخ زمین. ما فقط میخواستیم یه بوری استناش درست کنیم. شما نداره قوی باش.
جدی چیکار می‌کنی؟ فوقش من نصفشون ببرم خونه. اوکی. این چی؟ چقدر گنده است. نه تو باید بپرسی. ببین چه خوشگل ماست. تمیزه. کج خیلی کج. آقا ما رفته بودیم یه ایونتی، خیلی چرت و پرت بود، خیلی مثلا یه حالتی بود که یه خونه تور بود، بعد همه مثلا کنارش مثلا لباس و اکسسوری و اینا میفروختن، مثلا اصلا یه بازار چطور بود، ولی خیلی ادایی، یه بازارچه ادایی، یه چیزه 200 تومنی و مثلا میفروخ 600 تومن. ناره و چیزای کاملا او اصلا چیز عادی داشت، اصلا چیز خاصه خیلی فوق‌العاده ای نداشت اصلا به نظرم. گول نخورید. اصلا نه اصلا میگم باور تو میشه به خاطر بابل تی تو صف وایسه بعد من خیلی هم ببینم هیچی نگفتم بس طوری بهتر بچه ها نور پردازی. این چیزه، این شیک لوتوسه، این چیه؟ گامی بر. یا تو خیلی روشن تر از چیزیه که تو عکس میافته. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از باز کردن حتما تکان دهیم. به قشنگ مزه لوتوس میده. خواهی منزه کی بده؟ بعضی جا شکل لوتوس میگیریم از لوتوس نمیده از بیسکویت ها ساقه ترهایی میگه آقا یامی خوشمزه است. به بچه تو صفحه اینجا که وایستاده بودیم دو تا دختر داشتن یه داستان خیلی جالب برهم تعریف میکنن و ما کلی دقت کردیم بفهمیم داستانه، ولی دیگه نوبتمون شد سفارش دادیم برگشتیم. من هنو میخوام ببینم که چی شده بود. اگه این پیج رو دنبال میکنی حتما بیا ادامه چه بسه همون تعریف میکنی دیگه همون من بابل تیش سفته یکم بوبالوکا خیلی بابل تیش بهتر کیفیتش مهم جرمه مزه جالبی دارم. اینا مزهش خیلی از مزهش از شیکی بابالوکا بهتر بود. کاسبی رو انداخته. یه مغازه گرفته. همه رو صورتی کردم. چرا انگار ناراحت؟ به ما چی گفت؟ انگار به ما همه جوش صورتی کرده یه مغازه گرفته. این کله خرسان سگ بعد تو بیمارستان کار کنه. وای آره بعد انزه یه شب در یه شب میشه اینم درآمد نداری. وای ببین صف بودا صف خیلی خوشمزه است. اینقدر اول یعنی میدونی یه قلوب کافی بود، یه قلوب کاش بره بنده کاش دستگیرشون کنه به جور این که کسب و کارشون گرفته چقدر هست بخیر. آقا ساعت الان حدود 1:30 شبه و من دیگه میخوام بگیرم بخوابم چون که فردا جمعه است و ساعت 8 صبح برم بیمارستان چون کشیکم و ببین انقدر ناراحتم این موضوع قشنگ اگه مجبور نبودم که الان بخوابم میتونستم تا خود صبح گریه کنم. واقعا خیلی افتضاحه که روز جمعه تو 8 صبح پاشی و تو بیمارستان بگذرونی. آه ولی خب چه میشه کرد دیگه، مجبورم. همین دیگه آقا، مرسی که ویدیومو دیدین. فردا هم براتون ولگ میگیرم حتما. فعلا خدافظ.